سر تا سر خیال من نقاشی های کاشیاش سبز میشن و ناز میکنن، مستا شبا تو کوچاش هوای آواز میکنن. دوستان عزیز درود بر شما، با یه برنامه دیگه از سری برنامه های روی خط فوریو در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و مهمون امشب کسی نیست جز استاد مسعود امینی که همه با ترانه هایی که از او در این دهه های گذشته شنیدیم خاطره داریم، از همینجا بهشون درود میفرستم. عمو مسعود نازنین، استاد امینی گل، درود بر شما. درود بر شما علی جان، شما و همکاراتون، دوستاتون. ما انقدر شما رو دوست داریم دیگه لغت عمو مسعود استفاده میکنیم، ولی شما برای مردم ایران یه جور اسطوره هستید دیگه با این ترانه هایی که در طی این سالها ازتون شنیدیم و اصلا زندگی ما با این ترانه ها طی شد و دوران جوانی ما و این آهنگ ها و این آثار ماندگاری که از شما به جای مونده. شما لطف دارید علی جان، هرچی دوست دارید صدا کن، من رفت شما هستم، من برادر کوچیکه برای سنی بیشتر، برای همه رفیقام، دوستام، بچه های تردمین هم شما بیدارست. زنده باشید. البته اینا از بزرگ منشی شماست، شما بی نهایت بزرگ هستید برای ما و خاطر سازید و وقتی که آدم تصویر شما رو میبینه یاد یه دوره طولانی برنامه های شما که در تلویزیون های مختلف داشتید، تصویرهای شما در موزیک ویدیوهای مختلف، یادم یه موزیک ویدیو سالها پیش از آقای امید عزیز منتشر شد که شما اولش دکلمه می کردید و اون کار جزو کارهای ماندگار شد. آیه های بارانی گفتی امید، شما تو ترکیه هستی از امید جون خبر نداری؟ والا امید جان توی آلانیا یه مدتی منزلشون اینجا بود، زیاد میدیدیمشون، ولی الان یه چند وقتی هستش اگرم میان میرن چرا خاموش میان میرن، من به تازگی ازشون خبری ندارم. نه شما باید تو لس آنجلس بیشتر میبینیدشون فکر میکنم. علی جون والا به دلیل اون چند تا برنامه‌ای که ضبط شد از امید پخش شد که صداش گرفته بود، بعد اشکالی که برای گوشش برای شنیدن داشت از این چیزا، همون اشکالی که داریوش هم داره چند وقت پیش روی استیج گفته خودش، به خاطر این من برتر چیزایی که آدم بیتوجهی میکنه به همدیگه و فکر میکنه چون رفیقه هر کاری میتونه بکنه، از این بابت یه مدتی سر این که دست زده بود به چند تا شعرهای من بدونه که من بدونم، به خصوص آخر سری آخرینش چی بود اتمش؟ شبایی که خسته مرده از راه میرسم نا ندارم، یه حالتی تو خونمون به میگه دیگه تو دلت جا ندارم، اون رو اشتباه کرده بود یا به هر دلیلی، یا مجید جان منتظر یه پسر با استعدادی که تو ارکستر سمفونیک آلمان بود، بعد آشنایی من با مجید چند تا کار ملودی زیبا ساخت، یکیش همون خلیج فارس دید که با صدای سیمین خانم جز ترانه های قدغن لس آنجلسه با تنظیم فریدون ایدنیا، مجید رو با امید آشنا کردم، بعد این آخرین کاری که با امید کردم با مجید منتظر بود، ولی هر دوشون رو ازشون خبر ندارم در نهایت تأثیر شوربختانه این گونه دیگه، یه موقع ها جب و شرایط به گونه ای میشه که نادل بخواهه، بعد فاصله میفته، از این بابت راستشو بخواهی من نگران امید هستم و دلم بخواد از حالش بخواهم خبر بشم. همین. شما فکر میکنم با امید عزیز خیلی کار مشترک دارید، درسته؟ بله درسته. شروعش یادتونه اولین کار کدوم کار بود؟ شروعش نه راستش بخواهی یه کار بود مربوط به آلبوم اول امید بود فکر میکنم، یه کار 6 و 8 بودش که خیلی اون دوران شنیده شد، خاطرم هستش ترانش از شما بود.
الان اسم کار حضور ذهن ندارم، ولی بعدش کار قرمز بود و کار آیه های بارونی و یه سری کارها اینجه. انقدر تعداد کارا زیاده خودتون فراموش کردید اسماشو. آره ببین، به هر جهت اینا جزء زندگی آدم اینا رو وقتی تب میکنه دیگه میره دنبال کارهای تازه تر، اینا میمونه تلمبار میشه رو هم دیگه. این چند روزی ها بچه ها دارن کتابی منتشر میکنن از شعرهای من، امید اولیایی، یه شاعری که اینجا اومده ایران بوده، جمع کرده اینا رو آمده اینجا و داره این کتاب رو چاپ میکنه. کارهایی که با شاهرخ کردم، یک تری کار من با شاهرخ کردم اصلا خودم یادم نبوده. با این بچه ها، با هر کدومشون در یه جاهایی، با مرداد، با مرداد خودمون، همین مرداد آسمانی، با مرداد هم یه تری کار ضرب کردیم، به دیگران هم دادیم، به ستار دادیم، به شهره دادیم، به شهرام دولتی و خودش هم دیگه از چادر نندازترت بگیر تا پشت تر توپخونه لاله داره و کارهای دیگه ای که با هم دیگه کردیم. آره آدم یادش نمیمونه دیگه. علی جون بذار پای 10,000 تالگی ما دیگه. آخه من دفعه قبل اگه خاطرتون باشه توی گفتگویی که با هم داشتیم بهتون گفتم که شما یکی از افرادی هستید که باید حتما دیوان شعرتون منتشر بشه، چون واقعا ترانه ها، این اشعار صحبت از خاطره هایی که زنده میشه با خوندنش. یعنی وقتی که آدم اون ترانه ها رو برگ به برگ ورق بزنه، حالا از کارهایی که آقای معین شروع خوانندگیشون فکر میکنم با آثار شما بودش دیگه، که آلبوم من عاشق عاشق شدنم که معروف شد به یکی را دوست میدارم. یکی را دوست میدارم که اصلا فکر میکنم معدود افرادی که با یه ترانه به شهرت رسیدن از آقای معین میتونیم اسم ببریم که با اون کار به اوج شهرت خودشون رسیدن. البته من اون موقع خیلی کوچیک بودم، ولی از بزرگترهای ممسن شما شنیدم که اون زمان این کار به قدری معروف شده بود که بعضی ها فقط همین یه دونه کار رو میشنیدن. آره بعدن دیگه کعبه، بی بی گل، وقتی ترت بکنمه، سفره. ببین این بچه ها من با هر کدوم اینو یه دوره در مجموع همه شون مثل خانواده منم، مثل برادرهای منم، من همه شون رو دوست دارم، ولی اختلاف نظر رو جهت تأمین منافع ملی باشون پیدا میکنم. یعنی نیستن یه جا که شلوغ میشه میدونم جلو آقا تا حالا چهر بهت میدادم میگفتم اینو درب کن بخون اسم ایران توش بود نمیخوندین، میگفتین ایرانی رو با ورکن مسجد جون، کدوم ایران؟ این مردم لیاقتشونه، لیاقت شما بی لیاقتی، لیاقت مردم نیست. و حالا یهویی همه شدن شیدن و تاردان و بروتلی و حرفای گنده گنده میدنن و حرف سیاسی میدنن و دیگه دیدی دیگه رفیق عزیز من داریوش، اما داری زندگی ها کردم علی جون، 50 سال ما با هم رفیقیم، یه دوره ای زمان حکومت پهلوی با هم دیگه در زندان اوین هم سلول بودیم، مثل داداش همه. بیرون زندان سالهای سال، بخصوص در دوران مهاجرت که در واقع 20-25 سال اول، ما صبح تا شب با هم بودیم، یعنی اکثر اوقات در هفته 5-6 روز لاغل من و داریوش و خود و پیشکاری و بوجی خدا بیان باز همسر داریوش هم دیگه رو میدیدیم پوزش میخورد. و خب من با هر کدوم اینا زندگی های جدا جدایی داشتم. با معین عزیزم با معین زندگی میکردم، تهران با هم زندگی میکردیم، لس آنجلس با هم زندگی میکردیم. امید که آمد، من امید در ترکیه دیده بودم، اینو تو بارها گفتم، و اون موقع تو اون لالالی آقا داودی بود، نمیدونم من رو هستن یا نه، یه قهوه خونه بود اونجا و برادر من و عزیزجونم اون موقع که زنده بودن، برای اولین بار اون 20 سال دوران آوارگی من خواستم برم مرحوم مادرم رو ببینم، با برادرم اومده بودن، با عباس جان قادری خواننده که عزیز من چقدر ایشون خیلی دوست می‌داشت، چون اونجا
چون مادرم تنها بود عباس میره پیشش میخوند از این چیزایی که مثل خانواده ما. برادرم به من گفت یه آقایی هست به اسم آقا مشتوا که آقا داوود در لالعلی تا به قهوه خونه که ما میریم اونجا مثلا دیزی میدی نهار بخوریم به من گفته که اگر داداش داره میاد اینجا این آقا مشتوا میخواد داداشو ببینن و اینجوری هم شد. یه روزی قرار گذاشتن و امید جان با پدر و مادر عزیزش و آرزو جان در اسرائیل بودن گویا، نمیدونم خوب یادم نیست آرزو رو، اومد یه کاتتی آورده بود با من قرار گذاشت آورد توی هتلی که ما بودیم گذاشت. گوش کردم گفتم این چقدر قشنگه این یه دونه آهنگ توی این نوار، اگر بگیره تو این نوار این یه دونه ممکنه بگیره. گفت نه، دلیل اینم که میخواد امید منو ببینه در اسرائیل بوده اون موقع ها عیدای نوروز از این ویچ اتا کمپانی ها ضبط میکردن تلویزیون ها و به طرز تر دنیا میفرستادن. یک شعری من خونده بودم در یک جایی در یک برنامه ای به اسم حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت و الا می نوشتمت، با مژه بر می داشتمت، رو تخم چشم می داشتمت، به جای قرآن مجید، به جای قرآن مجید می بردمت رو آین شمدون جهاد مادرم، تو تاخچه صندوقونه می داشتمت. حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت و الا می نوشتمت، ندیده دوست می داشتمت، به جای برکت خدا می بردمت تو سفره نقش قلمکار حریر اصفهان، از دل و جون می داشتمت. نمیشه از تو گفت از تو نوشت و الا می نوشتمت، می بردمت، می داشتمت لای بر و روی بهار تو آب دریای شمال، می شدمت، می کاشتمت به جرم بد خاطر خواهی توی دلم، می کشتمت به خط خوش تو روزگار، به رسم یاد و یادگار تو قصه ها می داشتمت، تصدق سر چشات یه وقت دیدی نوشته بود. این رو امید شنیده بود، یاد گرفته بود، برای خودش هم اینجوری میخونده، با این شعر با آرزو جون آشنا میشه و منجر به ازدواج میشه و از من خواست که این شعر رو، خب امیدی نبود، مشتبه سلطانی به من معرفی شده بود، بعد خودش گفتش که همسرم آرزو، برامت خودم گذاشتم امید و از این چیزای احساسی هیچ ایرادی هم نداشت. وقتی من باران میبارد و تو کاست گوش کرده بودم همونجا بهش گفته بودم که اگر توی کاستت بگیره این آهنگ میگیره، مال سلیمپور خودم بیامارد بود و شاعرش هم خیلی پوزش میخوام از شاعر این ترانه که من یه لحظه شعره خودم یادم میره، بای بار دوستانی که ندیدمشون فقط اسمم میدونم، در تقدیر آقای امید گفت که میخوام اینو بخونم، من امضا کردم بهش دادم گفتم برو بده آهنگ بسازم برو بخون، تموم شد رفت و من اومدم لس آنجلس به آقای وارتان و آقای جهانگیر توریایی گفتم که یا آقای رو دیدم در ترکیه اینجوری بود اینجوری بود و در اسرائیل زندگی میکنه. آقای توریایی خدا بیامرز جهانگیر جون گفتش که خب من به داداشم میگم که اونجا برادرم اینا رو میشناسه باید صحبت کنه، کاستو بگیم بده به شرکت ترانه. این منجر به این شد که شرکت ترانه کاست رو گرفت، امید آمد اینجا و اولین کنسرتش رو بهداد مسرور براش گذاشت و اومد تو تاریخ موسیقی سرزمین ما و حیف که نمیشه رو
دادیم به کاظم جان عالمی، مرودی و تنظیم کاظم جان دادیم به امید خوند و رفاقت من و امید به یه شکل دیگه شد. خب من بهش اعتماد داشتم، بچه خوی صدای بچه اهل خانواده و خب خیلی طبیعیه که من با خانوادهش به تو خانوادم بدم. ولی امید یه کارایی کرد که بعدم دیدم مثلا مثل همین حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت و الا می نوشتمت، با موجه بر می داشتمت، رو تخم چشم می داشتمت به جای قرآن مجید. به جای قرآن مجید میخوام خدا رو بذارم، مادر رو بذارم، وطن رو بذارم. ایچون رفته خونده کنار قرآن مجید. امید جان اگه میخواستم بذارم کنار قرآن مجید خدا میفهمیدم، ولی خب این کار کرده بود. بعد سر قرمز دیگه نمیخواستم برم، رفتم قفس ساختی که در رفتم توی رابطه مثل قفس میشه، زندگی تنگ میشه، دردآلود میشه، میرن اونجا تقابل پیش میاد در هر رابطه ای که باشه. باز رفته خونده نمیخواستم برم، رفتم پشیمونم اگر رفتم. از کجا پشیمونی؟ از چی پشیمونی امید؟ خب اگر پشیمونی خودت جدا تلفنت بگی دفتت از خودت حرف بزن بگو که پشیمونم اگر رفتم. خب مردم نمیپرسن که هنوز حرف نزده این ترانه میگه پشیمونم. نمیخواستم برم، رفتم قفس ساختی که در رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم. نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. حالا شما برو فکر کن که چرا امید به این دست داده. یا آقای امینی نازنین، من فکر میکنم اون موقعی که این اتفاق افتاده 100% امید جان که حالا شما از روز پیدایش شخصیت والای هنری امید باهاش بودید، از روزگاری که به اسم آقا مشتبه توی استانبول باهاش برخورد کردید و قدم گذاشتید توی موفقیت امید و نقش داشتید، من مطمئنم که به هر حال از اون شناختی که از امید جان دارم مطمئنم که این موضوع رو با شما در میون گذاشته یا بدون اطلاع شما این کارو کرده. ببین دو سه تاشو بدون اطلاع من، به خصوص آخر سری شبایی که خسته مرده از راه میرسم نه ندارم، یه حالتی تو خونمون بهم میگه دیگه تو دلت جا ندارم، اگر ازم سیری بگو، اگر داری میری بگو، همین حالا از رو به رو بهم بگو، بهم بگو چه دردمه، بهم بگو که خستمه، بهم بگو که خستمه، چه دردمه وقتی تو نیستی، سردمه الی آخر. اینا رو قافیه هاشو عوض کرده، با میل خودش یه کار دیگه کرده و متاسفانه و سر همین به خودت وقتی اومد اون موقع من دفترمون رادیو خونه توی ونتورا بود، اومد اونجا لط کرد، اومد یه ادکارونم برای من آورده بود، بعد گفت داداش دارم میرم استودیو اینجا رو عوض کنم. منم گفتم باریکلا دمت گرم، چقدر کار خوبه میکنی، حداقل من از زیر سوالات بیشمار آینده و همینک در میاری. مردم نمیگن آقا مطلوب دمینی تون این بوده که نمیفهمیده این قافیه رو، نمیفهمیده یا خیلی چیزای دیگه که دست خورده توش. ولی خب رفت و بعد از اون گویا اینو ضبط کرده بوده، برده بوده تلویزیون پخش کنه و من گفت دارم میرم استودیو اینو درست کنم، رفت و امید من ندیدم. درست همون موقع ها من تو تلویزیون چیه مره نادر، امید ایران، امید ایران نادر در روبروی رادیو خونه ما بود و من اونجا برنامه داشتم هفته یه روز دو روز نمیدونم و خیلی عصبانی بودم. رفتم اونجا امینا رو گفتم و اعتراض کردم بهش، تو چه کاری از من خواستی؟ من بهت گفتم نه، ده ها بار بوده گفته مثلا اگر به دور روزگار از زندگی بیرم کنار، بیرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه بار، این واسه تو خودکشیم و پای خاطر خواهیم. یکی از کارهایی بود که بهش دادم، یکی دیگه باورم کم کردن، اما تو باور کن مرا،
تکیگاهی باش و خود را یار و یاور کن مرا. خستم بسیار و بسیار، از غمم کم کن مرا. عاشقم من، درس عبرت پیش مردم کن مرا. پریشان خاطران آواره در صحرای گیسویت، هزاران شب خراب افتاده در کنج تر مویت. من از سمت سپاه عشق بازان آمدم سویت، که بنویسم خجالت میکشد ماه از گل رویت. الی آخر. امید گفتش که توش کردن مردن داره. خیلی باید بگی نمیخواستم برم رفتم، مدرن میخوام. اگر چی بود این شعری که خوندم؟ عجب. اینا دیگه علی جون میگم که 10,000 سالی من از سپاه عشق بازان برگشت. این که بکن مرا کم کن مرا، میگم این حرفا چیه؟ اینا بخواد به ذهن تو میرسه. خلاصه مجبور شدم. اون موقع من اروپا بودم، هر جا که میرفتم دائما تلفن دستم، با امید جان صحبت میکردیم با هم و براش عوض کردم. همه گله من این بود که آقا تو چه کاری را از من خواستی من عوض نکردم؟ گفتی اینو نمیگردی تو زبونم، این واژه رو نمیتونم درست بگم. هر کاری که گفتی، در حالی که من همچین کاری رو نمی کنم، مگر اینکه یه جایی لازم باشه یه فکری به شعر من چیزی رو بیافزایه، مال هر کی باشه قبول میکنم. از اون فرما نیستم که نه هرچی من میگم درسته. نه، یه چیزایی رو ممکنه من نفهمم، شما بفهمید. به سن و سال و به این حرفا هم نیست، همیشه همینطوره. ولی خب بیتوجهی کرد. بعدن هم اومدم تلویزیون گفتم از حالا به بعد روی استیج اصلشو بخون، که بذار هر دوتاش بمونه، که اگر یک روزی در آتیه خواستن بگن آقا نمیدونم، بنویسن و نگاه بکنن که آدمایی که تو این دوره بودن، شعرهایی که تو خوندی مالی کیا بوده، اون وقت اونجاست که شرافتمندانه نیست بدون اینکه من بدونم به شعر من دست بخوره. یعنی مثل اینکه یکی من رو خط بزنه، دفتر قرمز رو هم بکشه. خب خیلی طبیعیه که من در تضاد قرار میگیرم باهاش. از این بابت از اون موقع من امید رو ندیدم و گفتم هم دیگه با هم دیگه کار نمیکنیم، بهت کار نمیدم. مطرح میشه برای اینکه بمونه، باید یک کاری از اون، یک حرفی از اون بالاتر و مهمتر بزنه که بتونه تداوم پیدا کنه. اگر در سطح ترانه‌ای که گرفته هر شعر بخونه، خب اون که گرفته یک کم همینجوری میمونه، یواش یواش با امتیاز فراموش میشه میره. ولی اگر بخونه چیزی رو که از اونی که خونده ارزشمندتر بشه برای شنونده، بلتب این آدم پله پله میره و میره تو تاریخ موسیقی ایران. در ضمن هر کدوم از این بچه هایی که میان مثلا کارهایی هم خوندن، مگه امید نخونده بود؟ مگه مرداد نخونده بود؟ یه نوار آورده بود که اسمشو یادم نیست، ولی سگ نازی آباد و این چیزا توش بود. شما که سواد دارین و شعرهای محمد سالنده بهش درود میگم، خیلی هم خوب بود، ولی موفق نشد. با چادر ننداز مرداد شد مهداد. بعد از اون این همه کار ساخت و این همه کار مشترک داشتیم. من با همه این برای بچه ها همچین رابطه ای رو داشتم، مثل خانواده من. بیرم تو خانواده شون، زنشون، بچه شون، خوهرشون، مادرشون، مثل خانواده من همیشه من اینا رو محترم میدارم. حتی اگه با خودشون دچار تضاد فکری و برخورد تأمین منافع ملی باشم، باز خانواده شون مثل خانواده من. من مثل بقیه فکر نمی کنم. اگه با شما حرف ندادم، هر کی با شما فامیله و آشنات روم بکنم اون ور برم، نه. من انسانم مثل همه انسان ها تو جامعه دارم زندگی می کنم و همه رو محترم بیدارم. تا جایی که من به مردم احترام بیدارم، یعنی به خودم احترام گذاشتم. اگر به مردم احترام نداری، یعنی اجازه میدی که بهت بی‌حرمتی بکنن. متاسفانه دوست من امید جان این کار کرد و از این چیزا هم بارها پیش آمده با بچه ها، ولی در اون حدا نبوده. حتی با خود شهرام خودمون، شهرام شبپره، که الان دیگه شما میدونید ماجرای علیرضا قاسمی و
مهتو جمالی کلاوردار رو مطرح کرده بود که پولاشو خوردن. بعد توی برنامه های کلیپ های من حتما میبینی، برنامه های لایوی که من دارم روی اینستاگرام یا برنامه های رادیویی ما 24 ساعت تو تلفن همه مردم ایران سرتاسر دنیا هست، گوگل کنن مسعود امینی رادیوخونه دات کام، مسعود امینی رادیوخونه دات کام رادیویست که توی تلفن همه تون هست، گوگل کنید به راحتی میتونید 24 ساعت یک وسیله ای رو گوش کنید، چیزایی رو در 24 ساعت بشنوید که تا حالا نشنیدید. از آخرین اتفاقات یک دقیقه قبل، از سامانه های مهم خبری دنیا تا دیروز، هر آنچه اتفاق افتاده 24 ساعت این چلنج های بچه های این نسل رو پخش میکنم، همه رو با هم دیگه 24 ساعت پخش میکنیم و شبیهش هم نیت هر کس شبیه رادیو خونه داره بیاد بگه ما هم بریم گوش بکنیم. از این بابت بچه هایی که با ما کار میکنن، مثل خودت که خیلی لطف کردی، خیلی محبت کردی در مورد یوتیوب ما، همراه با مجید و مجید فرهدوستمون و مجید کوچولومون و خانم تجویدی، با معرفتی خودت خیلی کمک کرد روی یوتیوب. مسعود امینی صدای مردم، مسعود امینی صدای مردم رو هر کس که هر جا صدای منو میشنوه، برنامه های من رو میبینه، از همه خواهش کردم برید روی یوتیوب و سابسکرایب بکنید که بشید عضو ما، بتونیم با هم دیگه یه وسیله ارتباطی درست بکنیم که صادقانه اون چه که هست پشتش رو بدونیم. چرا قایم میکنیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا پنهان میکنیم؟ چرا حرفای بی خودی میزنیم؟ نمیدونیم تو هر کاری مداخله میکنیم. شما داری میبینید دیگه، داریوش تو این مدت واقعا دیروز من تو برنامه خواهش کردم مردم بهش توهین نکنید، این حرفا چیه؟ داریوش عامل 57 یعنی چی؟ مگه داریوش تنها بوده میخونده؟ خودش هم که اومده میگه هرچی شعر خونده نمیفهمیده. خب حالا رفته گفته نه شاه نه شیخ، مقصودش این بوده که شاه و شیخ شاه‌های بسیاری بودن که سر بچه هاشون رو بریدن، چشم بچه هاشون هم در آوردن. اگر دوتا شاهی که ما دیدیم، رضا شاه مرحوم و محمد رضا شاه مرحوم، این دوتا سرزمین ما رو حضورشون تغییر داد، تفکرشون، باورشون، احساساتشون به سرزمین ما، ایران رو از اون دوره قاجار پرتاب کرد به امروز، به این قرن 21. این همه آدم آگاه، این همه آدم باسواد، اما همه اون مشکلات هم بوده، آدم کشته میشد، اوین این کارا رو کردن، نمیدونم همه اینا بود. اینا رو همیشه در کشورهایی که یک نفر فکر میکنه اینجوریه، حتی هر قانونی هم باشه، مثل قانونی که قوانینی که تعریف شده بود بر اساس استنتاج از قانون اساسی سرزمین ما، اون چی که استخراج شده بود و تعریف گوناگونی بود در نیروهای مختلف، اونایی که سر کار بودن درسته که باید به قانون جواب میدادن، ولی اونا بودن هر کار بدی با مردم کردن، مردم به شافوش شدن. هر بیمعرفتی و ظلم و تجاوزی بود به اسم اینکه آقا تو کارمند ساواکی، این بچه کتاب خونده، من خودم چیکاره بودم بعد تو ابی بودم، به جرم شعر گفتن و کتاب خوندم. داریوش چیکاره بوده؟ به جرم که شعر خونده، آخرین شعرش هم رهایی کفتر کشته پروندن نداره، شعر هم بود که گرفتم، همه اون شعر رو هم قبلا خونده بود، نمیدونم جنگل بوی گندم یا ده ها کارهای دیگه در این زمینه مال ایران جنتی و در واقع اندیشه آهنگسازایی که با شاعراشون نزدیک بود، این فکرها، نوع کارهایی که داریوش خونده و معترض اون روزگار بوده، اینا رو اصلا نمیدونسته. من بارها گفتم، همین الانشم میگم، خیلی هاشون اصلا نمیفهمن اینا رو میخونن، بعدن که تکرار میکنن یه جاهایی حس میکنن تفکر شاعر رو، و الا مثل یه مشق میخونن روش با اون ملودی، یواش یواش حسش میکنن. اینه که بعضیا نمیفهمن، متوجه نمیشن، مثل رفیق من داریوش که گفته، خب حالا میاد این حرفا رو میزنه، ولی از اون طرف میره به در کنار شاهزاده رضای پهلوی و
در کنار وکالتی که میده به شاهزاده رضا پهلوی. اگر واقعا اینه که میخوای حمایت بکنی از یه آهن ربایی که میتونه همه نیروها رو جذب بکنه، من نمیگم فردا این میشه اون میشه، اینا که شما فکر میکنین اشکالی هم نداره، آزادید فکر کنید، ولی میدان تکلیف کار رو روشن میکنه، مسائل جهانی تکلیف کار رو روشن میکنه، اتفاقاتی که بر سر راه سرزمین دلبند ما هست، شرایطی که الان هست، حمله اسرائیل، نمیدونم همه الان که من با شما صحبت میکردم علی جون، یحیی انوار رو میگن که زدنش دی ان ایش رو بردن تست بکنن که ببینن جزء اونایی که کشته شدن ایشون هم بوده یا نبوده. خیلی خوب، در یک چنین شرایطی بلت میکردم برای یکی از بچه های دهه 80 و 90 که اونجور تو دهه 60 مثل ما با کارهای شما آشنا نبودش، بعد صحبت از یه سری از ترانه ها شد، حالا من داشتم میگفتم که تو نگاه کن یه تفاوتی که ترانه های آقای مسعود امینی با سایر ترانه سراهای ما داره اینه که تو انگار یه لالاییه که سرتو گذاشتی رو زانوی خالت یا مادرت یا مادر بزرگت، یه نفر با عامیانه ترین زبان ممکن، یعنی وقتی که شما اون ترانه قبله ابی هم مال شماست فکر میکنم، درسته؟ قبله یعنی حلقه چشم مسجد، یا ترانه همین شمالی گفتی و شعر یادم اومد آقای داریوش، یا وطن اینجا رهایی ریشه خنده همه فکر کسی نید با رهایی فرق میکنه، رهایی کفتر کشته پروندن نداره، خون کشوندن نداره، یک کتاب کهنه خوندن نداره، داره از تنهایی گریه میگیره، تو این شهر دیگه موندن نداره، کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟ ملودی زیبای منصور جان عزیزم ایران نژاد که بدرود گفت رفت، و تنظیم محمد جان شمس و کاظم جان عالمی که این ستا و هم رفیق بودن، هم مدرسه و هنرستانی بودن، اون دوره ساخته شد برای داریوش. بله، و اینجا شمالی وطن اینجا کسی فکر کسی نیست مال شمالی، ملودی حسن جان شمایی زاده، و وطن اینجا کسی فکر کسی نیست کاظم رزدازان عزیزم در بیمارستان در خانه سالمندان، ازش مراقبت بکنین، آی جامعه هنری، آی شمایی که از استعدادهای اینا پور خوردین و گنده شدین، بابت کارهایی که براتون کردن برید حداقل بهش سر بزنید، یه بار برید یه شاخ گل ببرید که احساس تنهایی بی کسی نکنن اینا، باری به هر تقدیر این گونه است علی جون عزیزم. اون قبله هم که گفتیم بعد قومشی و من پشت تر توپخونه لاله‌زار رو قبله یعنی حلقه چشم مسجد، اونو بار مرداد کار کردی فکر کنم پشت سر توپخونه لاله‌زار. آره، اونو اتفاقا مرداد بازخونی کرده با پشت تر توپخونه لاله‌زار، با اگر گفتم چادر ننداز نگفتم اونو دور بنداز، تو از هفت دولت آزادی، بهت گفتم به زور ننداز که داده بودم به شاهرخ خونده بود، ولی مرداد ملودی تازه‌ای روش گذاشته و به زودی امیدوارم که منتشر بشه، و مطمئن هستم که این نوع حرفا مثل چادر ننداز تره، یا اگر گفتم چادر ننداز نگفتم اونو دور بنداز، تو از هفت دولت آزادی بهت گفتم به زور ننداز، این همیشه تو سرزمین ما تو فرهنگ ما هست، یه دوره میشه بدون چادر در زمان پهلوی هر که دوست داره انتخاب میکنه، یه دوره هست در این دوره به زور با کشتن و چشم کور کردن و به زور و زندان و تجاوز میخوان مردم رو نجیب بکنن. نجابت به فکر به اندیشه هست، به دوم پارچه نی. حالا این نظام این گونه فکر میکنه و تکلیفش هم ملت ایران روشنه و در صف بدرود دیر یا زود خواهد رفت، اما بعد از جمهوری اسلامی کی چی چگونه، اینا موضوعاتی است که خیلی باید راجع بهش حرف زد. خورشید خانم و ابروش یا بریم اونجا که شباش، میبرم از اونجا که شباش، بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد چه بره، برید ترت ستاره هات، وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تا
تاج سرت سروری تو ترت کن، چشماتو مغز کن، همه جا رو بشکن الا دل داده و عاشق من. قبله یعنی حلقه چشم مست، ذری اونه که دست بزنم به دستت، جای دخیل پا ببند تو خونت، به جای ماه سر رو بذارشونت، بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد چه بره بریزه تره ستاره باشه. حالا همه اینا رو گفتیم، باید برسیم به یکی از سلاطین دیگه موسیقی پاپ ما، آقای شاهرخ عزیز که جاش همیشه خالیه و اون ترانه های تو نینی چشات خیسه یه همچین ترانه ای هم داشتید. آره دیدم تو نینی چشات خیسه، آدم میترسه بنویسه، میترسه پاش به دل باشه، آدم بی خود خاطر خاطشه. چشات از جنس مرغوبه، چقدر حال چشات خوبه، یادش بخیر شاهرخ عزیزم رفت. ولی کارهایی که با شاهرخ کردیم میبینم این روزا، یکی همین مرغوب ایران عروسی کرده، دیشب تو خواب خواب میدیدم ایران عروسی کرده، هر کی با هر کی قهر بوده رفته روسی کرده. به به چه خواب خوبی، شمالی و جنوبی با هم یه سفره داشتیم، چه اتحاد خوبی. ایران من تاج سر زمینه، اسم مبارکش قشنگترینه، با پرچم سرنگ و شیر خورشید، بین سرای دنیا سرترین. آخ دلم برای تنگ وطن، همش سر جنگ وطن، برای آزادی تو تفنگم آهنگ وطن. چقدر حال هوای این روزاست. آره و... میبینم بفرما بگو علیشون. میگم کار مشترک با آقای شاهرخ زیاد داشتید شما، درسته؟ آره یه فکر کنم یه دو سه جین آره کار مشترک داشتید که داریم از اون اولیش با تر خداوت بیاری رو، پاود روزگاری رو، اون همه یادگاری رو، ماشین دودی سواری رو، گاری آب شاهی رو، نونی یه چارکت شاهی رو، مادرم افتگاری رو گذاشتم و گذشتم، اومدم و برنگشتم، اومدم و اینجا موندم، خودم رو بی خود ستوندم. حالا همه بدبیاریام، شب تا سحر بیداریام، حق حق گریه زاریام، شب تا سحر بیداریام، واسه اینه که وطن میخوام، پرچمشو کفم میخوام. اینم کار مشترک کاظم عالمی عزیز و شاهرخ عزیز و بنده در اون روزهای اولی که آمده بودیم. یعنی اولین کارهایی که من شروع کردم، چون منوچهر بیبی من آورده بود از اسپانیا و امریکا که تلویزیون را بندازیم و اومدیم جام جم رو با ساتان کمالی و گلی یحیوی را انداختیم، اولین کسی که کمک میکرد حسن شمعی‌زاده بود. ملودی هایی که میساخت مثل میریم ایران دوباره، شعر من ملودی حسن که محفتی و حسن خوندن و کارهای دیگه ای که شیفته و حسن جان شمایی داده با هم خوندن و ایران مینوترش که باز حسن جان شمایی داده درست کرد. حتی اولین آهنگسازی بود که در این تیم ما که جام جم رو در اون موقع 40 و چند تا قبل راه انداخته بودیم، هفته 1 ساعت روی کانال 18 برنامه بود، حسن یکی از کتایی بود که کار موسیقیای اون برنامه ها رو میکرد. ولی دیدم که کتای دیگه میگن ما بودیم. نه آقا، اولین کتی که دیگه اصنادش هم هست دیگه، میریم ایران دوباره، خدا منت میذاره همه روزا دو میریم ایران دوباره، اینا کارهای حسن و مهدی عزیزم و کار دیگه ای که حسن جان درست کرد و دادیم به حسن جان و شیفت جون، خوندن با هم دیگه.
و تلویزیون جامعه جان، بعدا دیگه کانال 18 اومد، بعدا شکل گرفت این جامعه، اصلا چه جوری بود، اینا کی بودن، کیا بودن، کیا نبودن، چگونه شد اصلا پای جمهوری اسلامی باز شد تو لس آنجلس، به چه وسیله هایی، چه آدم هایی، چه کتابی، کدوم رادیو ها، کدوم نشریات، و سپس تلویزیون 24 ساعته که اومد. بارها راجعش صحبت کردم در برنامه های مختلف که اون موقع من و امیر جان شجره و حاله جان ستایی تو همین اورنج کانتی، امیر یه دفتری داشت که باز اون دفترم محصول اتفاقات لس آنجلس بود، چون رادیوی آقای ایرج گرگین و صاحب دیمانی عزیزم روح جفتشون قرین رحمت، میر مطهری روحش قرین رحمت، علی جان هر کی رو میگیم خدا بیامرزتشون، ما هم از الان خدا بیامرزه، آقای مروتی مرحوم خدا بیامرز، اینا رادیوهایی بود که اینا با هم دیگه رقابت داشتن. امیر شجره چون مهندس شجره مهندس دکل و از این چیزا بوده، بلد بود این کارو. این سه تا رادیو که دو هفته شد در صد را فروش میرفت و با اون ارتزاق میکردن و رادیو رو نگه میداشتن، امیر با اینا دعوا داشت که اورنج کانتی یه چیپ درست کرد و سه تا رادیو رو یه دونه میکرد، 25 دلار میگرفت این کارو میکرد و مردم به خاطر که 3 تا 60 70 دلار بدن یه دونه میدادن. اما از اون طرف این کار توسط تعطیلی های این رادیوها شد و مرحوم مروتی میلیون ها پول خرج رادیو کرد و این رادیو رو نگه داشت که استاد فرادمند، حسین موری، عرض و میبودی، سعید قائم مقامی، مولود زهداب و فریدون دائمی، فریدون توفیقی، همه برای بچه های رفیقامون که اگه من اسم کسی یادم میاد، پروین صادقی، محسن فرید، نگاه کن شما ببین هر کس که در گذشته در رادیو بود، مرحوم مروتی مثل یک مرکز دولتی حقوق میداد و این رادیو بهترین رادیویی بود که بود. من و شجره چون با هم با حالت تایی اونجا برنامه‌مون رو ضبط میکنیم میکردیم، ما دوتا با هم دیگه شریک بودیم با شجره، اون تلویزیون همین تلویزیونی که الان داره و من هم تلویزیون مردم رو اونجا ضبط میکردیم. و جالبه، حال خوب یاده که ما تو برنامه مثلا اسم می اومد میگفتیم، میخواستیم تشکر کنیم آخر برنامه از کسی که اپراتوری که برنامه رو ضبط کرده دیگه، میگفتیم از مهندس شجره قطع میکردیم، نه اسمی از ما نه از من نیاری. بعد همین تلویزیون پارس رو امیر داشت، برادر صدرالدین شجره تلویزیون آفتاب جمهوری اسلامی در نیویورک رو اداره میکردشون. بعد با امیر اون موقع فکس بود، هنوز این امکانات تلفن نبود به این شکلش، و فکس هایی که میومد حالا میخوند منم میدیدم دیگه، جمهوری اسلامی باید ما یه صد و خورده پول ستلایت میداد اون موقع که در دنیا پخش بشه ستلایت های مختلف، و چون شجره بلد بود یه روزی من و هوشنگ پورنگ خدا بیامرزش رفتیم از علی سالوت، چون آگهی داشت تو تلویزیون ما و مردم تیوی رو که من با شجره یه ساعت اونجا دب میکردیم با هم بودیم، بعد خودم اومدم راه انداختم تلویزیون مردم رو که قصه و داستاناش یه شریکی داشتم، یه آدم شیادی که در همه سریال یک نفره همه مسائل همه مدارک رو میدارم برای تاریخ یادگاری بمونه. خلاصه اینجوری شد که رادیوها تعطیل شد، آقای شجره با پورنگ رفتیم از علی سالوت پول گرفتیم، چک رو بدیم دادیم، شجره دفتر رو بس رفت. یهو دیدم تو لس آنجلس تبلیغ میکنن به زودی تلویزیون های 24 ساعته و به وسیله امیر شجره و صدرالدین برادرش که تلویزیون آفتاب جمهوری اسلامی رو مدیریت میکرد در نیویورک اون موقع، این بچه ها یادشون نیست، شما خودت هم یادت نیست. من باورتون میشه با آقای شجره شاید الان نزدیک 15 ساله 20 ساله ایشونو میشناسم، همین دیشب هم با هم دیگه حرف میزدیم. یادمه وقتی برادرشون فوت کردن تو ایران، ما توی ایران برادرشون رو توی تلویزیون جامع جمع جمهوری اسلامی میدیدیم
و اصلا نمیدونستم هیچ وقت اون آقای صدرالدین شجره برادر آقای شجره خودمونه و خاطرم هستش که یه روز داشتم با آقای شجره صحبت میکردم، گفت آره، گفتم این آقای شجره که الان فوت کرده دارن اعلام میکنن تو تلویزیون مراسم ختمشه تو ایران با شما نسبتی نداره. بعد یه دفعه برگشت گفت این داداشمه. فکر کردم من داره سر کار میذاره، چون آخه از این عادتها داره آقای شجره سر کار میذاره. گفتم که آخه چجوری میشه این تو ایران مجریه، شما تو لس آنجلسی؟ گفت نه داداشمه. گفتم خب پس آخه این صدرالدین شجره، بعد یه فرقی هم تو فامیلشون بود، فکر میکنم ایشون هم یه پیشوند و پسوندی دارن، شجره انتهاش اون پسونده رو میگفتن. نمیدونم ولی اینو میدونم که اون فکسایی که صدرالدین پیشنهاد کرده بود به امیر، امیر اومد رفت همون کار رو کرد، چون با همه رادیو هم بد بود، همه نشریات لس آنجلس هم با رادیویی ها بد بودن، چون رادیویی خیلی شنونده داشتن، نشریات اینا زیاد موفق نبود، به جز مال آقای انبری، آقای ناصرخان انقطاع و مرحوم ناصر انقطاع و آقای شرفشاهی کرنا روزنامه صبح داره، اینا در اون نشریات بار جبهه ملی مال مرحوم بختیار رو اینا اداره میکردن با چند نفر دیگه که خدا رحمتشون کنه. استفاده کردیم. من مطمئنم که بیننده های خوب تلویزیون فوریو هم کلی خاطراتشون با صحبت های شما زنده شده و از صحبت ها و از اندیشه های شما هم استفاده میکنن در راه آینده زندگیشون و مطمئنن تجربیات شما به درد خیلی ها میخوره، من جمله خود من، و امیدواریم که بعد از اینم همیشه شما سایتون بالا سر ما باشه و بتونیم ازتون استفاده بکنیم. من که همیشه از مصاحبت با شما لذت میبرم، همونطور که اصلا این یک ساعت برنامه نفهمیدیم چجوری گذشت. امیدوارم که تمام کسایی که این برنامه رو میبینن به رادیوی آقای مسعود امینی از طریق آنلاین میتونن در طول شبانه روز گوش بدن و نظریاتشون رو اونجا مطرح کنن، و از اون مهمتر پیوستن به کانال یوتیوب بشونه، چون آخرین اطلاعات رو از طریق یوتیوب به روز رسانی میکنن اونجا، که خودشون هم بارها در طول برنامه بهش اشاره کردن. اگر ممکنه شما برای آخرین بار توضیحات رادیو رو بگید که از چه طریقی میتونن دریافت بکنن، و با این توضیحات کارگردان برنامه اطلاعات رو زیرنویس میکنه که هموطنه عزیزمون بتونن از این طریق به رادیو گوش بدن و با یکی از کارهای شاهکار شما از مردم خدافزی کنید به انتخاب خودتون. لطف داری علی جون، ممنونم ازت. اینه که داشتی صحبت میکردی، شروع صحبتت، من خودم یکی از قربانیان دروغ شنیدن دوران خودم هستم، از این بابت دشمن اونایی هستم که دروغ میگن به مردم تو وسایل ارتباطی، از این بابت میستم در مقابلشون، چون خودم یه قربانی بیخبری و دروغ گفتن و دروغ شنیدن و دروغ خوندن بودم. از این فرصت هایی که روزگار برام پیش آورده استفاده میکنم در راه اطلاع رسانی سالم، من جمله همین مسعود امینی رادیو خونه .com 24 ساعته شبیهش هم دارا نشنیدیم، و روی یوتیوب مسعود امینی صدای مردم. سابسکرایب کردن شما کمک میکنه به اینکه روی سایت ما یوتیوب بتونه آگهی بذاره، و از اون آگهی کمکی میکنه به سایت ما و این بچه هایی که زحمت کشیدن، این همه زحمت میکشن، هر دو تاییشون از خود شما گرفته تا مجیدامون، هر دو تاییشون و خانم تجویدی و هزاران بچه با شرف دیگه مثل خود سر تا سر جهان که حمایت میکنن و برنامه های ما رو منتشر میکنن. اول ممنونم، برای آرزوی سلامتی و روزگار خوشمزه دارم علی جون. قربونتون برم آقای مسعود امینی. منم به همراه بینندگان عزیز ازتون خداحافظی میکنم. یکی از ترانه های شما رو به انتخاب خودم
تو انتهای برای شما که انتخاب نمی کنید، نمیخواید حالا شما انتخاب کنید؟ حالا به انتخاب ما که هر روز در طول روز، من اگه بخوام بذارم از خانم هایده میذارم، ولی شما بداری بذارم، چون هر کدوم کارا که یادم میاد همه رو دوست دارم. من عاشق اون ترانه شمالی گفتی و شعر یادم اومده داریوش هستم که همیشه این کار رو وقتی گوش میدم انگار منو میندازه تو 14-15 سالگیم، یعنی همون روزا واسم تداعی میشه. شما 14-15 ساله هست سیاره جون همیشه. ولی هر کدومشو توی مقطع زمانی که شنیدم دوباره همون خاطرات و همون روزا برام تداعی میشه. تو انتهای برنامه یکی از کارهای ماندگار استاد امینی رو میشنویم و از حضورشون مرخص میشیم. آقای امینی بدرود. اگر با صدای قایدت ملودی انوشیروان جان عزیز، استاد انوشیروان روحانی، حرف تازه باید بشاره؟ حرف تازه، بله بله. اوکی. ملودی و تنظیم انوشیروان جان عزیزم، براشون روزگار زیبا و خوشمزه آرزو میکنم. امیدوارم همیشه سلامت بشه و به موسیقی سرزمینمون بیفتایه. ممنون از خودت، اتاق فرمان، همه بچه های همکارات، به خدای ایران میسپارم اتون. زنده باد. خدا نگه.